آموزشی و اجرایی که برای آشنا شدن با دستگاه های مختلف ما حتما باید با این ردیف آشنا باشیم. در این ردیف ما 7 دستگاه و 5 آواز موسیقی رو داریم. دستگاه هایی از قبل ماهور، چارگاه، سگاه، نوا، همایون، راس پنجگاه و آوازهایی مثل بیات اصفهان، بیات ترک، دشتی، افشاری و ابو عطا. اینا دستگاه و آوازهایی هست که تو این ردیف و شاخه های مختلف از این دستگاه ها رو ما توش آشنا میشیم و باش میتونیم ملودی های خیلی زیادی بسازیم و اجرا کنیم. با ماهور شروع میکنیم، با دستگاه ماهور که یکی از بزرگترین دستگاهاییه که توش میشه ملودی های مختلف ساخت و با درآمد. تفاوتی که این قسمت با قسمت های قبلی میکنه اینه که دیگه میزان ما نداره، میزان و عدد میزان و میزان بندی مشخصی تو این قسمت ها وجود نداره. تموم اون نوت هایی که تو این ردیف هست و با کشش هایی که فرا گرفتیم به ازای هر سفید 2 ثانیه، 2 ضرب، به ازای هر سیاه 1 ثانیه، چنگ نیم و دولا چنگ 1/4 ثانیه برای زمان در نظر میگیریم و اونها رو اجرا میکنیم تا با قالب دستگاه ماهور و شاخه های اون و گوشه های تشکیل دهنده اون دستگاه آشنا بشیم. دستگاه ماهور، درآمد. Thank you.
دستگاه ماهور با چند تاش آشنا شدیم. باز میتونیم از دیگر گوشه های دستگاه ماهور به گوشه طربانگیز شماره 12 اجرا بکنیم که مانند تیریل نوت و نوت بعدی خیلی تکرار میشه تو این درس، که تکنیک های سازی هم تو این ردیف موسیقی ما میتونیم ببینیم. نصیرخانی یا توسی درس 14 ردیفو با هم میزنیم. Thank you.
15 چهار پاره یا مرادخانی. دستگاه ماهو چند قطعه ضربی از ردیف دستگاه ماهو تو قسمت بعدی خواهید دید.